فیلم با الیزابت تو مدرسه شروع میشه. بعد یه مرد میاد تو کلاس و با معلم صحبت میکنه. به لوسی یکی از همکلاسی های الیزابت میگه وسایلش رو جمع کنه و باش بره. تو راه برگشت الیزابت با دوست صمیمیش یعنی آماندا در مورد اتفاقی که افتاده صحبت میکنه. آماندا میگه چند روز قبل پلیسا رفتن خونه لوسی اینا. الیزابت میرسه خونه و زنگ میزنه به مادرش یعنی مدلین که خبر بده با داداشش رسیدن خونه. صبح روز بعد هر کی مشغول کار خودشه. دان پدر الیزابت با دوستش میره شکار. مادر الیزابت میگه عجله کنه چون داره دیرشون میشه. موقع رفتن لوازم آرایشی الیزابت از کیفش میفته. تو راه الیزابت از مادرش میپرسه میتونه شنبه خونه آماندا بمونه؟ اون میگه مشکلی نداره، فقط باید از مادر آماندا هم اجازه بگیره. بعد الیزابت متوجه میشه لوازم آرایشیشو جا گذاشته. از مادرش میخواد برگردن خونه تا برش داره. مدلین چون دیر شده قبول نمیکنه و سر این قضیه با هم دعواشون میشه. بعد از مدرسه کیس دوست پسر الیزابت و آماندا همگی با هم میرن. از اتوبوس پیاده میشن و کمی وقت میگذرونن. بعد یه ماشین میاد تا آماندا و کیس رو ببره خونه. کیس به الیزابت میگه بیا برسونیمت. اما اون چون خونشون نزدیکی قبول نمیکنه. نزدیک خونشون میشه که یه مرد از جنگل صداش میزنه. اون ادعا میکنه پلیسه و میگه برادرش رو دستگیر کرده. دختر با احتیاط نزدیکش میشه. اما اون بلافاصله بهش دستبند میزنه و میگه به جرم پرورش گیاهان ممنوعه تو حیاتشون بازداشته. الیزابت میخواد توضیح بده که مرد سریع دستگاه وصل میکنه به گردنش و میگه اگه فرار کنه دستگاه منفجر میشه. اون به اجبار میگه باید بریم پیش برادرت و میگه پیروی از دستورات پلیس برای امنیتش ضروریه. جلوتر مادرش به خونه زنگ میزنه. بابی جواب میده و میگه الیزابت هنوز نیومده. بعدتر دوباره تماس میگیره و باز متوجه میشه الیزابت هنوز نرفته خونه. اون به پسرش میگه بره توی جاده رو نگاه بندازه. بعد با آماندا تماس میگیره تا از دخترش خبر بگیره. الیزابت و مرد بیشتر تو دل جنگل پیش میرن و الیزابت مدام میپرسه چرا آوردتش اینجا. مرد بالاخره اعتراف میکنه که اونو دزدیده و اگه سعی کنه فرار کنه میکشتش. دختر از شدت ترس گریه میکنه. بعد از اینکه مدت زیادی راه میرن، مردی در مخفی رو باز میکنه و بهش میگه بره داخل. دختر میره داخل و ترسش از قبل هم بیشتر میشه. اون بهش التماس میکنه بهش صدمه نزنه. در صحنه بعد مدلین رو میبینیم که دنبال دخترش میگرده. اون آماندا و مادرش رو میبینه. اونا بهش میگن همین حالا به پلیس گزارش بده. مدلین این کار رو میکنه و به پلیس میگه دخترش گم شده. چند ساعت بعد دان هم از شکار برمیگرده و مدلین میره خبر گم شدن دخترشون رو بهش بده. اما دان سعی میکنه آرومش کنه و میگه دخترشون برمیگرده خونه. کمی بعد دوتا افسر پلیس میان و زمینهای اطراف خونه رو میگردن. اما به خاطر تاریکی هوا پیدا کردن سرنخ براشون سخته. جلوتر از مدلین راجع به روابط خانوادگیشون قبل از گم شدن الیزابت میپرسن. اون میگه امروز صبح کم بحثشون شده. پلیس ها فکر میکنن که الیزابت از عمد خونه نیومده و ممکنه خونه دوستش مونده باشه. هرچند مدلین اصرار داره که دخترش این کارو نمیکنه. پلیس ها قبول نمیکنن اما بهشون میگن صبح زود برمیگردن. در همین حین الیزابت توسط مرد حبس شده و بهش تعرض میشه. دختر بیچاره فقط میتونه از ترس گریه کنه. مرد میگه زمینه اطراف پر از بمب و تله است و فکر فرار نباشه. بعد به دختر میگه اسمش وینسونه. جلوتر پلیسا میان تا دوباره با پدر و مادر دختر ملاقات کنن. مدلین هنوز هم میگه امکان نداره دخترش فرار کنه چون خیلی از وسایل مهمش هنوز تو خونه است. اون دوتا افسر پلیس در مورد گم شدن الیزابت کلانتر تامسون رو مطلع میکنن. تامسون میگه 48 ساعت اول خیلی مهمه و از این سرعت کم اطلاع رسانی ناراضیه. چند روز گذشته و الیزابت به فرار فکر میکنه. اون میدونه باید خیلی مراقب باشه و سعی میکنه با وینسون دوست بشه. دختر سر صحبت رو باز میکنه و حرفاشو تایید میکنه. وینسون میگه اول با زنش که بهش میگفته بادوم زمینی میخواسته اینجا زندگی کنه. هرچند زنش فکر میکنه وینسون به کسی تعرض کرده و گزارشش رو به پلیس میده.
بعد هم زنش میره یه جای دور و در نتیجه وینسون به خیال زنش میشه و میگه حالا نقشش اینه یه نفر دیگه رو جایگزین زنش کنه. شب وینسون زود خوابش میبره. الیزابت سعی میکنه از موقعیت استفاده کنه و بره سراغ اسلحه، اما زنجیر دور کردنش نمیذاره. وینسون بیدار میشه و بالای سرشون صدای هلیکوپتر میشنون. اون از ورق آلومینیومی استفاده میکنه تا سنسورهای گرمایشی هلیکوپتر پیداشون نکنه. الیزابت کم کم نقطه ضعفای وینسون رو پیدا میکنه و سعی میکنه ازشون به نفع خودش استفاده کنه. در نهایت وینسون بهش اعتماد میکنه و زنجیر گردنش رو باز میکنه. اون حتی میذاره با اسلحه‌اش کار کنه. شب وینسون دسته الیزابت رو میبنده و میبردش بیرون یکم قدم بزنه. اونا میرن تا از یه ماشین ناشناس خوراکی بردارن. جلوتر وینسون متوجه یه نور بالا سرشون میشه و سری الیزابت رو راهنمایی میکنه برگردن. موقع برگشتن الیزابت از قصد کفششو در میاره تا شاید یکی پیداش کنه و بیا دنبالش. 7 روز از دزدیده شدن دختر میگذره. اون سعی میکنه با گوشی وینسون به مامانش پیام بده. چون توی زیرزمین سیگنال نیست پیامش ارسال نمیشه. پس گوشی رو میبره بالا و بعد پیام ارسال میشه. بعد پاکش میکنه تا وینسون نفهمه. روز 8 وقتی مدلین گوشیشو چک میکنه خوشحال میشه که دخترش هنوز زنده است. دان میگه به شماره زنگ نزنن و اول با پلیس مشورت کنن. 2 افسر پلیس میگن به احتمال زیاد یکی داره اذیتتون میکنه و یکیشون با شماره تماس میگیره، اما میره روی پیغامگیر. کلانتر میاد داخل و نمیذاره مدلین دوباره تماس بگیره چون ممکنه برای الیزابت خطرناک باشه. روز 9 پلیس با موفقیت رد صاحب تلفن رو میزنه. تلفن 3 قبل به اسم یه زن ثبت شده به اسم کاترین هیت و پلیسا میرن سراغش. وقتی میرسن اونجا یکی از افسرا یادش میاد که قبلا هم برای تحقیق راجع به دوست پسر زن اینجا بوده. اون شخص وینسون فلیا بوده و 1 پیش این اتفاق افتاده. هرچند هیچ وقت با طرف مواجه نشدن. اونا میرن داخل و با زن صحبت میکنن. اون میگه 1 دوست پسرش رو ندیده. بعد تو اتاقش زیرزمین پیدا میکنن و میفهمن مزنونشون تو عفاری مهارت داره. کلانتر بهش میگه از تلفنی که 3 پیش به نامش ثبت شده یه پیامک دریافت کردن. اون به زن هشدار میده اگه آسیبی به الیزابت برسه به عنوان شریک جرم شناخته میشه. زن میترسه و میگه کجا برای وینسون غذا میذاره. کلانتر به تیمش میگه اطراف رو زیر نظر داشته باشن چون احتمالاً وینسون جای همین اطراف پنهان شده. کلانتر همینطور نقشه داره که هویت وینسون رو توی رسانه‌ها فاش کنه تا اون مجبور شه از پناهگاهش بیاد بیرون. نقشش ریسکیه، اما اون معتقد وینسون آدم ترسویه و این باعث میشه جاشو بخواد عوض کنه. داخل پناهگاه وقتی وینسون میبینه عکسش توی رسانه‌هاست نگران میشه و به الیزابت مشکوک میشه. اون گوشیشو چک میکنه اما چیزی پیدا نمیکنه. دختر بهش میگه عاشقشه و تحت هر شرایطی میخواد باهاش بمونه. الیزابت تشویقش میکنه که فرار کنه. وقتی وینسون در مورد به قول خودش زنی صحبت میکنه، الیزابت میفهمه بادوم زمینی در واقع همکلاسیش لوسیه، همونی که اول فیلم اومدن و بردنش. اون متوجه میشه کاترین در اصل هم مادر لوسیه و هم دوست دختر وینسون و میفهمه وینسون به دختر کاترین علاقه داشته و میخواسته باش ازدواج کنه. بعد از اعترافاتش وینسون با نقشه الیزابت موافقت میکنه و اونجا رو ترک میکنه. روز 10 الیزابت از پناهگاه بیرون میاد. درخواست کمک میکنه. تیم کلانتر که در حال جستجو هستن صداش رو میشنون و میان به کمکش. پلیس الیزابت رو به بیمارستان منتقل میکنه و خانواده‌اش هم میان. فیلم با جمله وینسون به 421 سال حبس بدون عفو مشروط محکوم شده تموم میشه. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.